سلام دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. با جمعه شب دیگه و برنامه چکنویس در خدمت شما هستیم و هرچند که وارد پاییز شدیم، اما امروز هوا در لندن بسیار، حداقل تابستانی هم نه، بهاری هستش و امیدواریم که شما هم روز خوبی داشتین. از هر کجایی که بیننده برنامه ما هستین، امیدواریم که در این یک ساعت آینده بتونین از برنامه خوب ما لذت ببرین. و برنامه ما همونطور که اسمش شاید براتون عجیب باشه، چکنویس، در رابطه با موضوعات و مباحث مختلف صحبت میکنیم که در این فصل موضوع اصلی ما موسیقی هستش و تا میلاد عیسی مسیح این موضوع رو ادامه خواهیم داد. دوستان، هفته پیش در اولین برنامه راجع به مقدمه برنامه و اینکه اصلا موسیقی چیه صحبت کردیم و امروز هم موضوع خیلی داغی رو براتون در نظر گرفتیم با دو مهمان عزیزی که در استودیو همراه ما خواهیم داشت. راه های ارتباطی ما هم از همکنون بازه که میتونین با ما تماس بگیرین، تلفن، پیامک، وایبر، تلگرام و راه های دیگهی که میبینین. فیسبوک چکنویس هم در هنگام برنامه بگوز خواهد شد. اگه فیسبوک ما رو دنبال نمی کنین، حتما به فیسبوکتون برین و چکنویس فارسی رو چکنویس یا به انگلیسی CHEKNEVIS رو میتونین تایپ بکنین و صفحه ما رو دنبال بکنین که از اخبار، عکس ها، لینک برنامه هفته پیش و مطالب دیگه اون بهره مند بشین. نمیخوام وقت رو بیشتر از این بگیرم، با ما باشید و با مهمان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان، امروز هم دو مهمان عزیزی رو در استودیو داریم که فکر می‌کنم یکیشون رو به خاطر برنامه‌های دیگه چه خبر که من و خواهر عزیزم آنیتا سالها با هم بودیم بشناسین. آنیتا هستش و مریم جون عزیز که امروز با ما هستن. خب دوستان، اگه بتونم ازتون خواهش بکنم که وارد استودیو و این مبل قرمز ما بشین، ممنون میشم. آنیتا جان سلام. شما بس اخراج نشدیم، برگشتیم. ما برگشتیم، خوب هستیم، بفرمایید. مرسی، به جای رد کارپت، بله، رد سوفا براتون گذاشتیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرا بودین و به برنامه ما تشریف آوردین و امیدوارم که در این یک ساعت کمتر، در این 55 دقیقه آینده وقت و فرصت خوبی با هم داشته باشیم. و موضوع بحث امروز ما، امیدوارم میدونین، موضوعی است بسیار جالب در رابطه با تاثیر موسیقی روی فکر و بدن ما. ولی قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، بینندگانم میتونین تماسهای خودتون رو و سوالات خودتون رو هم برای ما بفرستین. خیلی ممنونم از پارسای عزیز به خاطر ویدیوی بسیار خوبی که برای من فرستادن که در این برنامه هم از قسمتهایش استفاده خواهیم کرد. اما قبل از اون فهم کنم دوستان آنیتا رو بهتر میشناسن، اما مریم جون شما خودتون رو یه مقدار معرفی بکنین، از گازهای جوان ماندنتون بگین و مسائل دیگه. پس موضوع بس عوض شد دیگه، بریم سراغ مسئله. منم میخواستم اینجا اول که به شما و آنیتای عزیزم که خیلی وقت بود ندیده بودم سلام گرم بگم و سلام خدمت تک تک عزیزانی که الان همراه ما هستن و این یک ساعت پیش رو تماشاگر برنامه ما هستن. امیدوارم که وقت خوبی رو با هم داشته باشیم و برنامه مفیدی خدمتتون ارائه بدیم. درسته. یه مقدار در رابطه با پیش زمینه موسیقیتون هم توضیح میدین. این دفعه اول کی بهتون گفت صداتون قشنگه و تامه یا شاید کسی نگو؟ راستش شما اونجا، من اگه بخوام بگم دفعه اول کی به من گفته که صدات قشنگه، چون حالا به خاطر این بحث قشنگی که در مورد موسیقی داریم و فهم کنم من خودم یکی از اشخاصی هم که خیلی خیلی موسیقی عجینه توی سلول به سلول وجود من از 3-4 سالگی، چون من تولدم به قبل از میلاد مسیح میخوند زمانی که من بچه بودم، 2-3 ساله بودم، اون موقع هنوز تلویزیون خیلی رای نشده بود، سنی ندارم، اما
بعد من از طریق رادیو موسیقی رو گوش میکردم و اون موقع موسیقی اصیل ایرانی بود، مثلا ناهید و پروین و اینا که اصلا نسل الان نمیدونن من راجع به کی صحبت میکنم، آهنگای اصیل میخوندم و به قول شما انقدر که موسیقی تاثیر عظیمی داره در انسان، من مثلا 3-4 سالم بود آهنگ ناهید غم و غصه توی اینو میخوندم و همش همسایه ها صدا میکردن مریم بیا واسه ما آواز بخون. و خب من از اون کوچیکی دیگه هم به مشتبه شد که پس من خواننده هم دیگه، همه نگاه ما هم امروز صداتون کردیم گفتیم مریم جون بیا یه برنامه بزنیم حالا در کنارش یه آوازی هم بخونیم. دقیقا این همین برنامه. بله و من اینجا میخوام به دوستان مژده بدم که در انتهای برنامه هم دو قطعه زیبای خواهیم داشت که مریم جون برای ما خواهند خوند که حتما با ما همراه باشین. خیلی ممنونم برای این پیش زمینه‌ای که دارین. آنتا جان شما هم همسردار شدی و یه مقدار از خودت بگید. بله خب من فکر میکنم معرف حضور بیننده ها هستم با برنامه دیگه چه خبر که داشتیم به مدت 5.5 سال. منم از فکر میکنم سنین کوچیکی شاید بیشتر البته سرودای کلیسایی رو میخوندیم، ولی از سن 11-12 سالگی شروع به کار کردن موسیقی کلاسیک بیشتر داشتم. به مدت شاید حتی حدود 10 سال موسیقی کلاسیک کار کردم توی ایران، پیانو مینواختم. من تا جایی که یادمه شما کلاس پیانو میرفتید. پس هم بیشتر توی کلیسا که بیشتر موسیقی ها حالت پاپ داره و هم این که از لحاظ نوتی بیشتر کلاسیک کار میکردم، الانم بیشتر توی کلیسا میزنم. خیلی ممنون. خب دوستان ما هفته پیش توی برنامه‌ای که داشتیم با کوروش و گوزبه عزیز یه مقدار صحبت کردیم که در رابطه با فیزیک و علم موسیقی و باید گفت که در واقع چه تأثیراتی در واقع این موسیقی توی دنیای ما داشته، ولی امروز می‌خوایم یه مقدار بیشتر این موضوع رو دقیق‌تر بکنیم راجع به تأثیرش بر روی خود ما و مخصوصاً بر روی فکر و بدن ما. و چیزی که هستش اینه که وقتی خیلی اعتقاد دارم وقتی یه آهنگساز یه آهنگی رو میسازه یک انرژی رو و یک لرزش خاصی رو توی اون آهنگ در واقع وارد میکنه که موقعی که شنونده هم میشنوه این وارد میشه. و با این در واقع مقدمه میخوام که هر کدوم از شما در یک دقیقه نظر کلیتون رو راجع به این موضوع بگین و بعد نظر کارشناس رو میشنویم، برمیگردیم ببینیم اصلا شما موافقین با نظر کارشناس یا نه. اگه موافق نبودین خیلی هم بدجور اینو عنوان نکنیم، ولی میشه بعدای ما کوروش ناراحت میشه. نه شوخی میکنم. بس اول نظر خودتون رو در یک دقیقه هر کدوم بگین که اصلا نظر کلیتون در رابطه با تاثیر موسیقی روی فکر و بدن ما چیه. اول شما. اول من به نظرم همینطور که واقعا همه این یه اصطلاحه که همه میگن که موسیقی غذای روحه، این خیلی لغت عمیقیه به نظر من، غذای روح. یعنی ما همونقدر که جسممون احتیاج داره تغذیه بشه، یعنی که روح ما به واسطه موسیقی تغذیه میشه. یعنی یه احتیاجیه که میتونه شاید زنده و تازه نگه داره و بهترین به نظر من وسیله‌ایه که چه خودمون موسیقی رو بخوایم اجرا کنیم چه بشنویم، واقعا بهترین نوع بیان احساسمونه. شاید واقعا یه وقتا کلام قادر نیست که یه احساسی رو بیان کنه، ولی شما میبینید در قالبه این موسیقی آخه این حرف دل من رو زد. و این به نظر من فکر میکنم خیلی مهمه تأثیر موسیقی. و شما انتا جان؟ من فکر میکنم که موسیقی، از بتوون یه جمله میخوندم امیدوارم ترجمهشو بتونم درست بگم، میگه موسیقی چیزیه که میتونه آتش رو در قلب مرد برانگیزاند و اشک رو از چشمان زن سرازیر کند. یعنی میخواد بگه موسیقی اینقدر میتونه روی احساسات ما تاثیرگذار باشه، حالا یا مثل آتش باشه یا مثل اشک باشه، و من فکر میکنم احساسات ما رو میتونه باهاش بازی کنه، حالا به هر صورتی که باشه، میتونه ما رو ناراحت بکنه، غمگین بکنه، میتونه ما رو به رقص وادار کنه، هورمونای بدنمون رو میتونه بالا
پایین بکنه. پس به هر حال یه چیزی که روی فکر و روح و بدن ما بله تأثیر میذاره و من فکر میکنم همه تحقیقات مختلفی که انجام شده رو موسیقی میتونه اینو ثابت کنه که تأثیرگذار هست. حالا چه نوع تأثیری، اینم خودش جای بحث داره. خیلی ممنون. بس فکر میکنم موافق باشین که من اینو بگم که به صورت کلی وقتی ما به موسیقی گوش میدیم دو تا احساس رو یا دو تا تجربه داریم. یکیش تجربه درکه که به انگلیسی میگن perceived، که درک میکنیم موسیقی رو، و یکی هم emotion یا همون احساسه. پس هم درک و هم احساس توی موسیقی نقشی دارن که فهم میکنم مؤثر باشه. خب دوستان با ما باشیم، بریم ببینیم نظر کارشناس برنامه که هفته پیش ما بودن، هفته آینده هم با ما خواهند بود، بعد ما کوروش چی هستش در رابطه با مبحث تاثیر موسیقی روی فکر و بدن ما. من خودم به شخصه همونقدر که از یک خوندن کلام یا از یک پرستش لذت میبرم و واقعا از لحاظ روحانی بنا میشم، خیلی وقتا از گوش دادن یک قطعه خوب موسیقی هم همون حس بهم دست میده. تأثیری که موسیقی در زندگی من گذاشته و میذاره فوق‌العاده زیاد بوده، بخش بزرگی از زندگی من رو پر میکنه و فوق‌العاده روی ذهن و اندیشه من تأثیر مثبت و خوبی داشته. من از دیدن یک منظره وقتی که دارم به یک قطعه موسیقی گوش میدم دو برابر لذت میبرم. از شنیدن صداهای مختلفی که در طبیعت هست که برای من به نوعی موسیقی است فوق‌العاده لذت میبرم. من به نظرم یک مسیحی در کنار خوندن کلام، در کنار پرستشی که اون هم اتفاقا با موسیقی، باید وقتی رو بذاره برای گوش دادن به موسیقی خوب و موسیقی که باعث شفا و تعالی روحش میشه، موسیقی که هماهنگ هستش، موسیقی که علمی هستش و موسیقی هستش که از اون نظم کائنات پیروی میکنه. ما میدونیم که موسیقی تنها هنر سیال در دنیا هستش. شما از هنرهای هفتگانه هر هنری رو که میخواین تجسم بکنین غیر از موسیقی یه بعد فیزیکی داره، یعنی شما میتونین اون هنر رو به طور کامل احاطه کنی یا لمس بکنی. شما یک تابلو نقاشی رو میتونی در دستت بگیری، یک مجسمه رو میتونی به طور کامل احاطه بکنی، حتی شما صحنه تئاتر رو با اون افرادی که دارن بازی میکنن یک مکان و جای مشخصی داره. ولی موسیقی یک هنر سیاله. موسیقی هنری هستش که جایگاه خاصی از لحاظ فیزیکی نداره و هنری هستش که کاملا سیاله. شما وقتی به یک کنسرت میری موسیقی کجاست؟ آیا در نوک انگشتان نوازنده است؟ آیا در گوشه سالن کنسرت؟ آیا در گوش شماست؟ پس این سیال بودن به شما کمک میکنه که قوه تخیلت چند برابر هنرهای دیگه بتونه کار بکنه. افلاطون اعتقاد داشت، چون می‌دونیم اولین دید زیبایی شناسی رو در جهان افلاطون بنیان گذاشت، اعتقاد داشت که ابعاد فیزیکی هنر تأثیر معکوسی داره با تأثیری که روی روح شما میذاره. یعنی وقتی که مثلا مجسمه سازی به سه بعد و زمان محدوده، تأثیر کمتری داره نسبت به نقاشی که به دو بعد محدوده و اون تأثیر کمتری داره نسبت به موسیقی که هیچ بعدی نداره. بابا این خیلی طبیعیه که شما از دیدن یک قطعه موسیقی اش تو چشات جمع بشه، ولی این از دیدن یک تابلوی نقاشی شاید کمتر و یک مجسمه کمتر به دست میده. بابا این چیزی که هستش، این حالا دیده افلاطون، من کاری به جنبه روانشناسی و زیباییش ندارم، ولی اصولا موسیقی بخشی از زندگی ایمانی ما هستش. مسیحیان به نظر من باید در کنار گوش دادن به موسیقی پرستش که متنش خیلی اهمیت داره و موسیقی شاید در جایگاه دوم بعد از متن اون قرار میگیره، به موسیقی حتی مدیتیشن، موسیقی که اونها رو به یک خلسه روحانی، حالا شاید کلمه خلسه خود برای بعضیا غیر آشنا باشه، غیر قابل لمس باشه، ولی به اون تعمق درونی میبره. من باور کنم وقتی که یک قطعه از باخ گوش میدم، همونقدر که از شنیدن یک سرود پرستشی احساس الوهیتی که خدا تو زندگی من وجود داره واقعا به دست میده. همونقدر که توی پرستش قوم صدقه خدا میرم، وقتی موسیقی باخ رو هم گوش میدم همون احساس به دست میده. وقتی باسو کنتینی باخ رو گوش میدم که صدای خدا در موسیقیش هستش و بعد از اون صداهایی که اون بالا چند صدا دارن با هم دیگه بازی میکنن، اونجا صدای انسان ها هستش. وقتی با این دید که هدف باخ از پدید آوردن موسیقیش که یک مسیح ایماندار بود هستش، وقتی با این دید گوش میدم به نظر من به تعالی میرسم. بنابراین موسیقی جایگاه خیلی مهمی در زندگی ما داره و از لحاظ فیزیولوژیکی هم به خاطر دو هورمون سراتونین و دوپامین
که این دو هورمون از لحاظ روانشناسی اثبات شده هورمون‌های شادی بخش و فرح بخش هستش. شما وقتی به موسیقی کلاسیک گوش میدید یا موسیقی هماهنگ، این دو هورمون در بدن شما ترشح میشه و باعث شادی فیزیکی و ذهنی شما هم میشه. خب دوستان، برمیگردیم بعد از شنیدن صحبت‌های برادر کوگوش عزیز که بسیار مفهومیه. این یه هفته پیش گفتم بعد از این صحبت‌ها دیپلم می‌خواد، ولی اینا در حال لیسانس رو می‌خواد. خب نظرشون رو شنیدیم و ایشون خب همونطور که می‌دونین سال‌ها موسیقی رو در واقع هم خوندن هم تعلیم دادن، اما چیزی که مشخصه اینه که ایشون هم کاملا موافقه که تاثیر زیادی داره موسیقی روی فکر و بدن ما، اونم به خاطر اینکه سیاله، یعنی نمیتونیم یک جایی رو قرار بدیم و بگیم موسیقی اینجاست و همین تاثیر گذاریش رو بیشتر میکنه. یک این که جواب بدین هر دوی شما که آیا با این نظریه موافقین که موسیقی یک چیز سیالیه بس همینه که تاثیرگذاریش رو زیاد میکنه، و دو این که اصلا به نظر خود شما چرا موسیقی اینقدر تاثیرگذاره، چرا باید موسیقی رو ما اینقدر تا این حد تاثیر بذاره، دلیلش چیه؟ با شما شروع کنیم. من کاملا با نظرشون موافق هستم از این بابتی که موسیقی واقعا تاثیرش اینقدر عمیق بر انسان که به هیچ محیط و شرایط خاصی وابسته نیست. شما میتونی همه الان مخصوصا این روزا میبینین گوشی توی گوششونه، تو تهران همه جا میتونن موزیک گوش بکنن. و من فکر میکنم همینطور که کوروش جان گفتن، چون خیلی تخصصی ایشون دکترای موزیک دارن و میدونن، من فکر میکنم واقعا خداوند در خلقت ما یک جوری انگار وجود ما رو با نوت‌های موسیقی انگار آمیخته خلق کرده. چون من برام خیلی جالب بود، حالا یک کمی بحث یهو میره به کتاب مقدس، ولی برای من خیلی جالب بود وقتی من کتاب مقدس رو مطالعه میکردم در سفر پیدایش باب 4:11، یعنی قبل از اینی که اصلا برسه به نوح، برسه به این که واقعا انسان شروع کنه به یه زندگی که به سوی تمدن میره، میبینیم از نوادگان قائن یوبال، خداوند میگه یوبال پدر نوازندگان بربط و نی هست. و این برای من خیلی جالبه، زمانی که انسان در تکاپوی به دست آوردن غذا بوده، حتی هنوز آهن و برنج و این فلزات هنوز بعد از اون گویا که کشف و اختراع میشه، میبینیم که خداوند اشاره میکنه به اینکه پدر نوازندگان، یعنی انگار گویه که همزمان با احتیاجات غذایی و فیزیکی ما انسان به دنبال یک سازی بوده. شاید من به نظر من که واقعا در خلقت ما و در طبیعتی که طبیعت زندهی که مخصوصا خداوند آفریده، یک هارمونی عجیبی با موسیقی داره. مثلا شما میبینین از صدای آواز پرنده ها یک جور موسیقیه، به صدای آب گوش میکنی شما، چک چک آب، یا کنار دریا میری امواج دریا، یا وزش باد به برگای درخت. شما وقتی میری به طبیعت گوش میکنی، خود طبیعت گویی که برای شما مشغول نواختن یک موسیقیه. و شاید هم واقعا همین که در وجود هر جانداری، چون حتی علم ثابت کرده که موسیقی در پرورش گلها و حتی رام کردن حیوانات تاثیر داره. پس این باید یک چیزی در سرشت اون خلقت زندهی که خداوند به نظر من گذاشته حتما همخونی داره. من فکر هم رام کردن انسان ها هم تاثیر داره. دقیقا. پس به صورت کلی شما دارین میگین یکی از دلایل اصلیش اینه که خدا اصلا خلقتش به نوعیه که موسیقی، چه از همون اول و اتفاقا هفته پیش اشاره کردیم که چقدر کتاب مقدس به موسیقی اهمیت میده که چند صد بار عنوان شده و نه فقط پرستش اونجا بوده. یعنی شما فکر کنین خیلی قدیمه. دقیقاً. بله. شما انتا جان فکر میکنین تاثیرگذاری موسیقی چرا اینقدر زیاده؟ منم فکر میکنم به خاطر اینکه موسیقی خیلی میتونه با احساسات ما بازی کنه، یعنی اونقدر تاثیرگذار هست که
مریم جان گفتن که حتی توی طبیعت آدم میتونه به موسیقی طبیعت گوش بده یا هر نوع موسیقی که آدم گوش بده، چون موسیقی روی نیمکره هم چپ و هم راست بدن، نیمکره مغز انسان تأثیر گذاره و چون این دوتا نیمکره رو میتونه تحریک بکنه، این خودش باعث میشه که پس ما ناخودآگاه احساساتمون درگیر موسیقی میشه. یعنی لازم نیست ما فکر کنیم حالا این موسیقی رو من تأثیر میذاره یا نه، وقتی که موسیقی مینوازیم، گوش میدیم یا میخونیم، ناخودآگاه احساساتمون تأثیر گذاره. کوروش اشاره کرد به هورمونایی که در بدن ترشح میشه که هورمونای شادی آوره. بله، این هورمونا باعث میشه که ناخودآگاه توی بعضی از موسیقی ها به ما شادی بده، یا اینکه بعضی از موسیقی ها مثل موزارت یا باروک، موسیقی های کلاسیک دیگه، باعث میشه که حافظه انسان ها بیشتر کارایی داشته باشه. بعضی وقتا میگن شب امتحان اگه به این موسیقی کلاسیک گوش بدی تا 5 برابر قدرت یادگیری و حفظ کردنت بیشتر میشه، یا اینکه خیلی تاثیرات دیگه، قدرت درد رو بالا میبره، ضربان قلب رو میتونه بالا پایین بکنه و روی فشار خون میتونه تاثیر بذاره. خیلی تاثیرات روی پس هم روی فکر و احساسات و هم روی بدن میتونه داشته باشه. ما چند وقت پیش که تجربه بچه دار شدن رو داشتیم، یکی از نکاتی که مامای پگاه، ماما منظور مامای بیمارستان هست نه مادرشون، خیلی تاکید داشت بهشون، این بود که حتما موقع زایمانت موسیقی رو که دوست داری با خودت داشته باش و به این گوش بده. مخصوصا برای زایمان طبیعی میگن خیلی در واقع میتونه مؤثر باشه برای این موضوع، و منم موافقم و من فکر میکنم اتفاقا یکی از دلایل اصلی که تاثیرگذاری موسیقی اینقدر زیاد هستش همون موضوعیه که بعد ما کوروش گفت که هیچ محدودیتی براش نیست. این مثل یه گودالیه که هر چقدر مثل اینکه شما بیشتر درش میرین عمیق‌تر میشین. اما موقعی که شما به موسیقی گوش میدین، میخوام اینو یه مقدار توضیح بدین که چه حس و حالی دارین، یعنی دقیقاً فکر میکنین چه اتفاقی داره براتون میفته و آیا آگاهین از این اتفاق یا نه موسیقی شما رو مثل یک مثل خرافات میبره به یک جاهایی که میگن هیپنوتیزم میکنن طرف رو، کجا در این جایگاه میستین شما؟ من فکر میکنم موسیقی بر حسب اون نوع نواختنش و اون تم موسیقی خیلی تأثیر متفاوت داره رو مود انسان. من یادم دختر کوچیکه من وقتی که دنیا اومده بود، 2 هفتهش بود که ما اومدیم کلیسا، از خواب بود وقتی وارد شدیم، اتفاقا سرود خیلی غمگینی داشت سرایده میشد، این بچه تو همون خواب یهو بغض کرد، گریه کرد. بعد وقتی سرود شاد میشد، این بچه یه آرامشی پیدا میکرد. حتی ما در سرودمون چه تو موزیکای مختلف، موسیقی مختلف، من فکر میکنم تأثیرهای متفاوتی روی انسان میذاره. گاهی میتونه خیلی شاد بکنه آدمو، گاهی میتونه تا خیلی بی نهایت آدمو غمگین کنه. برای همین ما وقتی ناراحتیم، ناخودآگاه دوست داریم بشینیم یه آهنگ غمگین گوش کنیم که اون حزن ما رو بهمون نشون بده. ولی تا چه حدی شما کنترل میکنید؟ تا چه حدی میتونید تصمیم بگیرین که من الان با این آهنگی که دارم گوش میدم میخوام اصلا اشک بریزم، یا میخوام با این آهنگی که گوش میدم الان پاشم برقصم؟ بله دقیقا، من فهم کنم این تصمیم خود ما هم هست، چون من خودم به شخصه دقیقا همینطوره. یه وقتا اصلا به خودم میگم نه آهنگ مثلا آروم و غمگین گوش نده، یه آهنگ گوش بکن که احساس خوبی بهت بده، شاد بشی. و به خاطر همین هم هست، من فکر میکنم که حالا درسته کوروش جان خیلی تخصصی و کلاسیک راجع به این موضوع صحبت کرد که با غیر از که سرودای پرستشی گاهی به سرودای کلاسیک هم گوش بدیم، ولی من خودم به شخصه با این قسمت زیاد موافق نیستم. برای این که موسیقی بالاخره ما در یک نقطه در این برنامه ها رسیدیم که یکی مخالفه. من آره، من آقای مخالف نه، من فکر میکنم که نه، حتما هم نباید فقط هم اگه مثلا نمیخوایم سرود پرستشی گوش بدیم یه کلاسیک گوش بدیم. برای همین هم ما میبینیم در جشن ها، در عروسی، در شادی هامون ما اتفاقا موزیکایی میذاریم، شیشاش میذاریم، پاپ میذاریم. و چرا؟ برای اینکه خب نمیشه که با موزیک کلاسیک شادی و رقص و پایکوبی کرد.
زمانی داره برای هر دقیقا به قول امثال سلیمان، در زیر این آسمان برای هر چیز وقتی است، وقتی برای شادی، وقتی برای غصه. و موسیقی واقعا امتیاز شاخصش به نظر من همینه که روی تمام انگار هورمونای شیمیایی بدن شما در مواقع مختلف تاثیر مختلف میذاره. من خودم به شخصه یه وقتایی اصلا موسیقی های غمگین گوش نمیدم، میگم دوست دارم شاد باشم. و حتی سرودای پرستشی شما میدونید من وقتی که خودم رهبر پرستش میشم بیشتر اتفاقا از سرودای شاد استفاده میکنم. کپی رایت بعضی از سرودا به اسم شما. کپی رایت چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه. شما فکر کن تو همون لحظه که سرود شاد میخونی، هر کی حتی شاد قصه داره، ناراحته، ولی یهو به وجد میاد، یهو شروع میکنه دست میزنه. و ما همینطور هم که الان علم به نظر من روانشناسی ثابت کرده که قدرت موسیقی از مدیتیشن بالاتره. چرا؟ چون شما توی مدیتیشن دستور میدی به مغزت که ساکت باش، به هیچی فکر نکن، به قول خودشون کرکره‌های مغز رو میکشن و با یه موزیک حالا مدیتیشن سعی میکنن یه بالانسی در بدن و مغزشون ایجاد کنن. ولی الان ثابت شده که شما وقتی یه موزیک گوش میکنی و از اون لذت میبری بدون اینکه متوجه باشی، شما مغزتون استاپ کرده، به هیچ چی فکر نمیکنه. شما یومینی برای اون 3 دقیقه که اون آهنگ رو گوش کردین، فقط 3 دقیقه به اون آهنگ گوش کردین و به هیچ چیز دیگه. شاید توی شرایط خوبی هم نبودین، ناراحت بودین، یا مغزتون دوست داشته که به مسائل مشکلات فکر کنه. درسته. به نظر من تاثیرش خیلی زیاده. من خیلی آماده اومدم من تا جان. مرجو مدی وقت منم بگی. شما شما چه حس و حالی دارید؟ من موقعی که خودم اختیاری موسیقی رو انتخاب میکنم چی گوش بدم، بر اساس حال و روحیه و احساسم انتخاب میکنم، اینطور که مریم جون گفت. ولی بعضی وقتا هم توی شرایطی میری، شاید توی مهمونی هم بری، ولی حال و حوصله رقص و موسیقی شیشش نداره، ولی هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. یعنی به هر حال توی جنبی هست تحمیله که اون موسیقی بلند. رو مثلا باید گوش بدی. مثلا گاهی وقت اونقدر بلنده که 2 نفر کنار هم نمیتونن حرف بزنن. شما گفتین آهنگای شاد بیشتر دوست دارین آدما رو شاد میکنه. موافقم، ولی گاهی هم مخالفم. چون مثلا یه مدت پیش یه آقای رو دیدم که از ایمانداران کلیساست، گفت من اصلا توی کلیسا که میرم با این موسیقی های شاد و بزن و جاز و اینا خوشم نمیاد. میگفت من فقط موسیقی های آروم و خیلی این که به تعمق منو باداره اونا رو دوست دارم. پس فکر میکنم که موسیقی به هر کسی احساسش فرق میکنه. یعنی تأثیری که شاید رو من بذاره رو شما متفاوت باشه، رو هوا متفاوت باشه. پس مثلا بعضی وقتا من وقتی توی رانندگی هم تو راه جاده میرم، خیلی دوست دارم آهنگای مثل ریچارد کلایدر منو تو اون مایه ها گوش بدم. چون احساس میکنم با یه جاده ای که طبیعت مثلا آهنگ شد و مثلا توی زمان دیگه، مثلا اگه شاید یه خبر خوب شنیده باشم یا یه جشنیه برحال. بله، من فکر میکنم که هر انسانی بر اساس حتی خلق و خوشم، این که چقدر یکی برونگراست، چقدر یکی درونگراست، یکی که از افسردگی مثلا داره رنج میبره، با یکی که خیلی شخصیت شادی داره، همینا میتونه نوع موسیقی که انتخاب میکنن و تأثیری که روشون میذاره متفاوت تر باشه. بله، و میخوام یکی دو تا جمله از چند تا از بزرگان بخونم. آقای ویکتور هوگو که فکر میکنم معرف حضورتون باشه در رابطه با اون فیلم معروف ویولون زن روی بام، میگه فن هماهنگی در موسیقی ما سابقه نداشته و این علم را اروپاییان پس از تجربیات بسیار از روی موازین علمی از طبیعت استخراج کرده و بر لطف و ملاحت موسیقی بسی افزودن، به طوری که تجربه شده با توجه به ویژگی‌های موسیقی ما که اهل فن از آن بهره دارند، کاملا برای موسیقی ایرانی هم مناسب و مفیده. پس داره میگه که درسته که اصول موسیقی شاید از یه نظر غربی باشه، ولی چون این کانسپت موسیقی موسیقیه که میتونه با این دل و جان ما صحبت بکنه، برای ایرانی‌ها هم و برای شرقی هم میتونه مناسب باشه. یا
آقای ریچارد واگنر گفته موسیقی، حالا این نوشته چک نویس، میگه تند نویسی احساسات هستش. و چک نویس داشتیم، پاک نویس داشتیم، تند نویس هم داشتیم. و بتوون رو هم که اشاره کردین میگه که موسیقی از فکر تراوش میکند و به قلب مینشیند. پس یک چیز درک و احساس اینجا مرتب داره عنوان میشه راجع به موسیقی. و ما قبل از اینکه به یکی دو تا سوال بعدی و به مبحث کلن علمی‌تر بپردازیم، اگر موافق باشین میخوایم الان بریم و به نظر چند تا از دوستان، حالا اینها دیگه افراد معمولی هستن که ازشون یک گزارش تهیه کردیم و نظر کلیشون رو در این رابطه پرسیدیم، که خوشحال میشیم شما هم با ما همراه باشین. حتماً موزیک در فکر ما تأثیر میذاره. ما میبینیم که توی کلام خدا حتی خیلی ها بودن که موزیک مینوشتن و خدا رو پرستش میکردن. و به نظر من خب برای هر ایماندار این تأثیری داره. مطمئنن موسیقی روی روح و جسم ما تأثیر میگذاره، چون شما میتونید تأثیر رو در موسیقی که گوش میدید ببینید. یک سری موسیقی هایی هستن، موسیقی های بسیار خشن و سخت هستن. وقتی شما این تیپ موسیقی ها رو گوش میدید، یک احساس ناامنی و ناآرامی در درون خودتون احساس میکنید. ولی موسیقی هایی که آرامش بخش هستن، موسیقی هایی که با روح آدم صحبت میکنن، تأثیر مثبتش رو در روح شما و در رفتار شما میگذارن. بسیار تاثیرگذار هستش. بله، من فکر میکنم تاثیر خیلی مستقیم داره، به خاطر اینکه خودم اینو تجربه کردم. خیلی وقتا وقتی فکرم خیلی پراکنده بوده، به موسیقی گوش کردم، کمک کرده که فکرمو یه چارچوب بدم. به نظر من بله میذاره، چون طبیعت انسان طوریه که با چیزهایی که واقعا میتونه بهش آرامش بده یا بهش شادی بده یا غمشو بیاره بیرون یا حتی غمناکش کنه یا حتی خشمناکش کنه، این طبیعت احساسات بشر و افکار بشر، بله با موسیقی هم میتونه تغییر بکنه. به طور 100% تأثیر میذاره، چون شما میگم موسیقی جور هر یه جور کلامی که روی بدن، حتی روی روح شما در به صورت مستقیم و روی حتی روی بدن شما هم تاثیر میذاره و میتونی حتی تمام حالت‌های بدنیتون رو با موسیقی شما بیان کنید، حتی که میشه مثلا حالت خوب دارید آهنگ شاد گوش میدید، حالت ناراحت دارید آهنگ غمگین گوش میدید. یعنی واقعا یه رابطه مستقیم با اعضای بدن و روحی آدم داره. من وقت موزیک گوش میدم واقعا میبینم که خب از طرز فکر من رو عوض میکنه، چه باشه مثلا موزیک پرستشی که صبحا من در حال سر کار رفتن گوش میدم که منو آماده کنه برای همون روز، یا اینکه هر وقت در حال کار هستم که منو یه خورده خب به آرامش بیاره. من میتونم اینجوری بگم خدمتون، اگر موسیقی نباشه اصلا زندگی برای من مفهوم نداره. یعنی در هر لحظه موسیقی های پرستشی، موسیقی هایی که واقعا من ازشون برکت میگیرم در زندگی باید باشن، و بدون موسیقی یک چیزی احساس میکنم خالی هست در زندگی من. به نظر من، حالا غیر از این که من یه مسیحی هستم، ولی کلن چون که موسیقی به نظر من زبان آسمان هست، کلن همیشه به من آرامش میده و واسه همین هست که من کلن همیشه موسیقی رو دوست داشتم، هر نوش رو، چون بهم آرامش میداده. میتونم بگم که واقعا در من تأثیر میذاره، برای اینکه اولا موسیقی رو دوست دارم و بعد در مقابل موسیقی یه حالتی دارم که آزادم. یعنی اجازه میدم که اگر مثلا موسیقی پرستشی دارم گوش میکنم، واقعا با اون پرستش برم پیش خدا. موسیقی برای من یه چیزیه که مثل یه دوسته برای من. موقعی که من موسیقی گوش میدم، معمولا حالتهای یا خیلی خوشحال هستم یا خیلی غمگین، و دوست دارم یه چیزی این تو این معمولا یه چیزی این حالت من یه چیزی تکمیل تر کنه. مثلا همین اون موسیقی فکر میکنم یه جوری تلفیق میشه با روحیه من، چه حالت خوبی باشه چه حالت غمگین، و اونو یه خورده یا به اوج میبره یا خیلی پایین تر میبره. و
فکر میکنم اون احساس رضایت روحی که من از اون با موسیقی میگیرم خیلی بهتر از این باشه که موسیقی وجود نداشته باشه. به نظر من درسته، واقعا خودم شخصا خیلی برکت گرفتم با موزیک و کلام خوندن و مدیتیت کردن با خدا، با کلام زنده، و این باعث برکت من شده. کاملا مدیتیشن با اون چیزی که سرودهای پرستشی به ما میدن تفاوت داره، چون سرودهای پرستشی ذهن ما رو پر میکنن از حضور خداوند، ما رو بهمون یادآوری میکنن که خداوند چه کارهایی برای ما کرده و ما چطور میتونیم در زندگیمون از خداوند بهره بگیریم برای رشد و پیشرفت، در حالی که در مدیتیشن ما سعی میکنیم با یک سری موسیقی های خاص ذهن خودمون رو خالی بکنیم و از این دنیا فاصله بگیریم. بله، من فهم کنم هیچ مشکلی نداره. به نظر من درسته، برای اینکه ما الان ببینید چقدر صداهای مختلف حتی اومد در موقعی که ما صحبت میکردیم با هم. این صداها تو زندگی هر روزه ما هستش. اگه من میخوام بخوابم، شاید با یک موسیقی آرام که میدونم فقط تمرکز منو میگیره به اینکه من بتونم آرام بشم و تفکر کنم در حتی اون نوت‌های اون موسیقی، اون چیزهایی که بالا میره پایین میاد در صداها، تمام اینها میتونه کمک کنه به اعصاب و مغز من که بتونم آرام بشم برای خواب، یا بتونم حتی شاد بشم برای اینکه برم بیرون و روزم رو شروع کنم. در این صورت موسیقی مثل غذای روحه. من فکر میکنم که خیلی ما موسیقی های پرستشی بهتری داریم که آدم آروم میکنه، یعنی که از نظر آرامشی من خودم خیلی وقتا خیلی موسیقی های پرستشی مسیح رو گوش کردم که حتی میشه باش خیلی راحت تر، چون وقتی آدم دوست دارن گریه کنن تا آروم بشن و بپرستن یک کسی را یا خدا رو بپرستن با اون موسیقی، و واقعا خیلی بیشتر کمک میکنه تا یا موزیک معمول آرامشی که آدم به آرامش که میخواد برسه، چون مسیحیان بالاخره ما کلامو میخونیم و ایمان داریم به چیزایی. به نظرم بهتره که موسیقی پرستشی باشه. خب دوستان، برمیگردیم و اینم نظراتی بود از جامعه مردم که شنیدیم که کمی هم با هم اتفاقا متفاوت بود. اما قبل از اینکه ما هم دوباره به جنگ و جدل بپردازیم، دوستان داشتن کشتی میگرفتن جداشون کردیم. مریم جون، سمیگا از اروپا گفتن با تشکر، چون اولین برنامه است که خواهر مریم رو ملاقات میکنیم، لطفا سرودی از ایشان پخش کنین تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. مریم جون، خبر خوب اینه که پخش نمی کنیم، ایشون زنده می خونن و شما هم می تونی برقصی. بله. خب دوستان، صحبت موسیقی مدیتیشن شد. حالا یه توضیح بدم موضوع من از این موسیقی مدیتیشن چیه. موسیقی مدیتیشن چون برای زبان انگلیسی میتونه حتی به رازگاهان هم اشاره بکنه، یعنی موسیقی که ما در حضور خدا، موضوع من اون موسیقی نیست، موضوع من موسیقیه که مثلا برای آگام بخش، یا مثلا صدای دریا میاد، طبیعت، یا مثلا توی هندوستان از این موزیک های رنگ رنگ رنگ، یه حالت چیز خودش رو داره. دقیقا یک چنین موسیقیه. آیا شما با گوش دادن مداوم به این موسیقی ها موافقه برای اینکه افراد آرام بشن؟ بعضی از دوستان مخالف بودن چون میگفتن که این موسیقی اصلا ما رو به جهت دیگه ای میبره. ولی شما با آنیتا شروع کنیم. مریم جون اجازه نمیدن شما نه. چون اونقدر دست منو گرفتی مریم، پارتی بازی میکنی. من راستش مشکلی ندارم با موزیک های غیر مسیحی و غیر پرستشی بخوام مدیتیت کنم و بتونم آرامش بگیرم. بعضی وقتا شما فقط به یه موسیقی احتیاج داری که تو رو ریلکس کنه، آروم کنه. مثلا وقتی میری برای ماساژ، خیلی وقتا موقع ماساژ دادن یه موزیکای میذارن که شاید اصلا هم جنبه روحانی و مسیحی نداره، ولی در حین ماساژ این تو رو از لحاظ روحی و فکری هم آرومت میکنه. پس من مشکلی ندارم از این لحاظ که با اون نوع موسیقی ها آرامش بگیرم، هرچند که اگه مدیتیشن به معنی رازگاهان باشه که خب اون فرق میکنه، چون آدم وقتی در حضور خدا شاید بخواد آهنگای پرستشی گوش بده که بیشتر بتونه رو خدا تمرکز کنه. ولی من مشکلی ندارم با مدیتیشن با موزیک های غیر روحانی. درسته. و شما مریم جون؟
منم همینطور که آنیتا جون گفتن به نظرم هیچ مشکلی نمیتونه باشه با شنیدن موزیک مدیتیشن، چون که همینطور که اولم گفتم به نظرم موسیقی نمیشه محدودش کرد. موسیقی بسته به مود و شرایط روحی ماست. اگر گاهی یه موزیک مدیتیشن میتونه ما رو آروم کنه چه اشکالی داره؟ و قرارم نیست که، ببینین ما زندگیمون یک بودی نیست، ما یه بخش از زندگی ما روحانیه، ولی ما که در 24 ساعت تمام گاهی عاشق میشیم. خب دوست داریم، همینطور که در غزل‌ها سلیمان، حالا ممکنه بعضیا بگن این سرودش اشعارش برای خدا بوده، ولی نه، خیلی ها معتقدن نه اتفاقا در رابطه با عشق انسانی بوده. پس ما میتونیم که گاهی اگه عاشق هستیم، خب در وصف اون کسی که دوست داریم شعری بشنویم، گوش کنیم، میتونیم مدیتیشن، اگر حتی ممکنه یه مقدار تعصب راجع به اینه که مثلا اونا اعتقادات پشت اون موزیکشون با ما متفاوته، بازم به نظر من اصلا مشکل نیست. ما توی مغز ما که ایرانی هستیم، تو فرهنگ ایرانی ما موزیکای محلی داریم که هیچ حالت پرستشی نداره، با ساز و دهل و نی و چقدر زیباست و چقدر ما لذت میبریم. درست. میدونین اینه که به نظر من خوب نیست که ما بخوایم موسیقی رو هم محدود کنیم و جدا کنیم و بگیم ما چون ایماندار هستیم باید فقط موزیک پرستشی گوش کنیم. ولی نکته ای که یکی دو نفر از عزیزان ما هم اشاره کردن که فهم کنم بد نباشه عنوان بکنیم، اینه که موسیقی پرستشی شاید کاری که با موسیقی مدیتیشن میکنه یه مقدار اصلا متفاوت و گاهی اوقات در مقابل همن. موسیقی مدیتیشن شما رو تشویق میکنه که ریلکس کن، آرام باش، خالی شو و بگذار که این فکرت استراحت بکنه و به هیچ چی فکر نکن. و هستن افرادی که واقعا به جاهایی میرسن که اصلا از لحاظ علم اعصاب و مغزم کاملا خالیه، هرچند که من فکر میکنم هیچ موقع به صفر نمیرسه ولی خیلی راحتن. ولی موسیقی پرستشی اتفاقا نه، میخواد فکر ما رو پر کنه از مفاهیم کتاب مقدس، از حضور خدا، از تعالیم اون، از این. بس اینجاست که این دوتا یه مقدار مثل که دارن در کنار هم. حالا همونطور که هر دوی شما گفتین زمانیه که ما میخواییم فکرمون پر بشه، ولی زمانی هم هست میخواییم فکرمون خالی بشه. ولی آیا میتونه فکر ما با گوش دادن به موسیقی پرستشی هم خالی بشه یا نه؟ یا فقط باید به موسیقی مدیتیشن گوش بدیم؟ نه میتونه، البته نظر منه. گاهی وقتا شما یه موسیقی پرستشی میتونی گوش بدی و از خودت خالی بشی. این نظر منه البته. اصلا وقتی ما به حضور خدا و میای همیشه یا شاید بیشتر اوقات در شروع پرستش میگی فکرای خودتون رو خالی کنید. ما اول چیزی که خداوند از ما میخواد وقتی میخواییم به حضور خداوند بیاییم فکرهای خودمون رو خالی کنیم. من خودم بارها شده با یک عالم بار اومدم به کلیسا، اصلا خیلی عجیب پامو که در کلیسا میذارم انگار تمام اون بارا میره اون پشت، چون ذهنم از اولی که میام اونجا اینه که بیام که از حضور خدا پر بشم، چون ما احتیاج داریم، غذای اصلی ما حضور خداونده. درسته. این که اصلا جای بحثی نداره. ولی ما چون میگم انسان‌هایی هستیم که از ابعاد مختلف کلن ساخته شدیم، خب به طب به موسیقی‌های مختلف یا سرگرمی‌های مختلف، حالا الان بحث ما موسیقیه، ولی به فرض مثلا شما وقتی میشینی ساعت‌های نقاشی اثری رو خلق میکنی، آیا وقت تو تلف کردی؟ آیا اون موقع باید میگفتی نه من اون موقع فقط باید به خداوند فکر میکردم؟ میدونی؟ یا حتما باید یه تصویر روحانی میکشیدم. بله دقیقا اینه که ما چشممون همینطوری که طبیعت رو میبینه، زیبایی رو میبینه، درد رو میبینه، جنگ رو میبینه، مشکلات رو میبینه و متاثر میشه. به نظر من همه اینا ابعاد مختلف زندگیه که میتونه تو میکس شدن در موسیقی به ما انتقال پیدا کنه یا ما به دیگران اینو انتقال بدیم. این نظر درسته. منه. وقت ما خیلی کمه ولی من در 5-6 دقیقه آینده میخوام یه موضوع دیگه هم مطرح بکنم که یه مقدار به این قضیه از لحاظ علم اعصاب نگاه بکنیم. یه چیز خنده‌داری هم که بگم، موضوع نوشته بود که اعصاب چیزیه که
هیچ کس نداره ولی همه از شما انتظار دارن که شما داشته باشین. انتظار چیزیه که همه دارن ولی همه میخوان که شما نداشته باشین. حالا در رابطه با اعصاب، دانشمندان مغز و اعصاب از طریق یه سری بررسی های مغز توسط ابزارهای پیشرفته همچون FMRR که یه دستگاهیه که امواج مغز رو در واقع بررسی میکنه و PAT scanner به نتایج عجیبی رسیدن و اینا توسط این دستگاه ها به این نتایج رسیدن که موقعی که یک شخصی در این دستگاه قرار میگیره و بهش یه فرمول ریاضی میدن، ببخشید فرمول نه، مسئله ریاضی، مثلا میگن 2 ضرب در 5 چقدر میشه، یکی دو جهت مغزش هست که برای این که بتونه به اون جواب برسه فعال میشه، یا مثلا میگن این متن رو بخون، چند جهت مغزشه. ولی موقعی که یک موسیقی دادن گوش بده این شخص، مثلا اینکه حالا میگه اصلا به انگلیسی میگن فایرورکس، یعنی آتش بازی، یعنی چه خبر از این سلول به اون سلول، و یک در واقع مثلا اینکه حالت هرج و مرج مثبتی داره توی ذهنش صورت میگیره. و چیزی که هستش که حتی این مسئله رو جالبتر میکنه اینه که مغز ما موقعی که به یک موسیقی گوش میده از یک در واقع نقطه‌ای که هستش بلا فاصله وصل میشه به یک نقطه دیگه، بلا فاصله به یک نقطه دیگه. ولی وقتی ما داریم یک مسئله ریاضی رو حل میکنیم، این نقطه اینجا گوشن میشه، یه نقطه هم اینجا گوشن میشه و اینا به هم لزوما وصل نیستن، بلکه این مثلا بر فرض مثال حل مسئله است، اون مثلا نوشتن مسئله است بر فرض مثال. ولی حتی یک فرقی هم بین نواختن و گوش دادن موسیقی هست. آنیتا عنوان کرد که موقعی که ما به موسیقی فقط گوش میکنیم، بیشتر نیمکره غربی یا نیمکره سمت راست فکر ما که مشغوله، ولی موقع نواختن موسیقی هر دو نیمکره مشغولن و اونجاست که باید این هماهنگی و در کنار هم قرار دادن رو از لحاظ دیداری، شنیداری و حرکتی بسیار فعال بکنیم. و دانشمندان در ادامه به این نتیجه رسیدن که این هنر منظم کردن یا در واقع نوازندگی ما رو قادر می‌سازه که در زمینه‌های دیگه زندگی هم بتونیم این رو بهتر بکنیم. و تا جایی پیش میگه که میگه اکثر نوازنده ها افرادی هستند که تحلیل مسئله رو بهتر میکنن، یه موضوع رو راحت‌تر میتونن توضیح بدن و افراد باهوش‌تری هستند. نمیدونم آیا تا این قسمت با این نظریه موافقین یا نه. البته خب وقت سه تا موزیسین نشستن معلومه موافقت میکنن. دوینه نگاه، ما افراد بسیار باهوشی هستیم. من فکر میکنم اونجا که خیلی وقت در زمیر ناخودآگاه شاید اتفاقاتی میفته که ما شاید حتی اون لحظه متوجه نمیشیم، ولی بعدن میتونیم اون تاثیر رو ببینیم. مثلا وقتی همین که تو میگی نیمکره‌ای چپ و راست مغز همزمان فعال میشه اینا، ما اینو هیچ موقع احساس نمیکنیم که چه اتفاقی داره توی مغز. چون در چند صدم ثانیه این اتفاق دقیقاً میفته. و من فقط یه چیزی میخواستم اینجا عنوان کنم. میگن که شما وقتی توی رستوران های میرین که فست فود میدن و میخوان سریع مشتری ها رو سرو کنن، مشتری بعدی بیاد مثل مکدونالد یا جاهای اینطور، معمولا موسیقی خیلی تون میذارن. این ناخودآگاه باعث میشه تو با عجله غذا بخوری بری. رستوران های شیک و با کلاس که میری که میخوان به تو پیش غذا بدن، غذا بدن، دسر بدن، نوشیدنی بدن، موسیقی خیلی آروم میذارن که تو خیلی ریلکس بشی، با طمأنینه غذا تو بخوری، حالا دوباره غذای دیگه ارده. و ببین ناخودآگاه شاید کسی که مشتری میره دقت نمیکنه، ولی این روی حرکات آدم تاثیر میذاره که چقدر سریع غذا بخوره یا چقدر آروم حتی غذا بخوره. من اینو عنوان کردم، من یاد خاطره خنده‌داری افتادم. ما توی تعطیلات تابستون که رفته بودیم به یک رستوران نسبتاً شیکی رفتیم، بعد دختر کوچیکم خیلی ایشون غذا رو دوست داره و هرچی هم بهش بدیم میخوره. نشستیم، حالا این آقای بسیار خیلی با کلاس اومد این در واقع این پارچه رو پهن کرد، بعد تا رسیدیم پیرا گفت که میشه مقدار نون بیاریم برای دخترم، گفت چشم بمونم میگستیم. اینو حالا 3 ساعت داشت میگو بابا بچه گوش نشه از این کارو نمیخوام نونه رو بیار. شما هم موافقین که موزیسیان ها منظم تر از لحاظ نه زندگیشون، چون معمولا اصلا موزیسیان ها یه نامرتب هم، ولی از لحاظ تجزیه تحلیل و نظم فکریشون؟ نه دقیقا، برای که اینو علم ثابت کرده، چیزی نیست که به قول آنیتا، چون ما که اون فعلون فعالات رو خودمون نمیبینیم که، ولی وقتی اینها هم اسکن میشه، بررسی میشه، تحقیق میشه، پ
پس مشخصه که این یه ریشه واقعا علمی داره و من واقعا به این قضیه اعتقاد دارم. خودم تخصصی ندارم در مورد موسیقی، ولی واقعا اعتقاد دارم که در ساختار خلقت انسان واقعا خداوند به نظرم که با این موسیقی ما رو آمیخته واقعا خلق کرده. این همینطور که آنیتا جون میگن، واقعا موزیک میتونه شما رو ریلکس کنه، میتونه شما عجله کنه، میتونه عصبیت کنه، میتونه به وجد بیارتت. پس چقدر روی این هورمونای شیمیایی بدن ما که باعث این فعل و فعالات بدن و عکس العملای ما میشه تاثیر داره. پس دقیقاً بله، منم موافقم. مرسی. مبحث تموم نشد اما وقت ما چون محدوده، من میخوام یه آیه هر هفته ببینندگان قول بدم از موسیقی بهشون بگم. آیه این هفته هم که امروز بهش عمل هم خواهیم کرد در مزمور 23 آیه 2 هستش. میگه خداوند را با نوای بربط به ستایید، با چنگ ده تار، نه ستار، نه تا، ده تار برای او بنوازید. و چقدر عالیه که میتونیم برای خداوند هم بنوازیم. بس میخوام از مریم جون و آنتا جون دعوت بکنم. مریم جون امروز برای ما یک سرود شاد و ایرانی میخونن و همینطور یک سرود آرومتر که از صدایشون هم لذت ببریم، همونطور که قول داده بودیم. بس بفرمایین عزیزان. منم میخوام تا شما در اونجا در جاهاتون وای میستین از خلاقیت های موسیقی استفاده بکنم. میدونم اینو با پا میزنن ولی دیگه امکانات ما محدوده، من اینو میخوام امروز با چوب بزنم و این سنج رو هم ما با اجازتون برداریم. البته ناگفتم نمونه ها، ما امروز با امکانات خیلی خیلی محدود بله. داریم بله سرود میذاریم. آنیتا جون بسیار تبحر دارن در نواختن، همینطور خوبان عزیز، ولی به هر حال با همین امکانات کم هنرتون ممکنه اونقدر که باید نشون داده نشه، ولی برگ سبزیست. خواهش میکنم.
هرچند که وقت ما محدوده، اما من میخوام یه بند از اون سرود آگوم تگ رو هم بخونین که بینندگان نصیب ببرن. خیلی ممنون، مرسی از شما مریم عزیز و آنیتای عزیز که تعمل کردید. خواهش میکنم اگه همینجا با من وایسین در این دو دقیقه آخر، ما میخواییم برای این موضوعاتی که عنوان شده با هم دعا بکنیم. مینای عزیز، خانم یا آقای رحمتی، امیر، زهرا، طاهره، هادی، سعید، فرزانه، دو تا طاهره دیگه، اندی و محمود عزیز که برای موضوعاتشون نیاز داشتن که دعا بکنن. مریم جان در یک دقیقه برای این عزیزان اگه دعا بکنین. هللویا. ای پدر، با شکرگزاری خداوند به حضور تو میایم ای خداوند، و میخواییم برای این اسامی که الان اعلام شد، هرچند ممکنه خداوند ما به خاطر نداریم، ولی تو مطمئنن تک تک این عزیزان رو به نام میشناسی و از مشکلات تک تک اینها ای خداوند تو آگاهی. پس ای پدر جان، مشکلات اینها رو زیر صلیب عیسی مسیح تو میگذاریم و میخوایم که ای خداوند تو این مشکلات رو برداری و آرامی خودت رو، ای خداوند صلح و سلامتی و آرامش خودت رو به تک تک این عزیزان بدی. در نام پرقدرت عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. 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 متاسفانه وقت ما تموم شده. ممنونم که امروز تشریف آوردین در برنامه ما. خیلی زود گذشتیم برنامه. خداحافظی 10 ثانیه‌ای با بینندگان میکنین. بینندگان عزیز، خیلی خوشحال بودیم که در این برنامه تونستیم با شما باشیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منم به نوبه خودم از تک تک شما تشکر میکنم که ما رو تو این یک ساعت تحمل کردین، و ممنون از همراهیتون. براتون روز و روزگار بسیار خوب و نیکوی رو آرزو میکنم. دوستان، هفته آینده با برنامه تاریخ موسیقی در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدارتون. Hmph.